عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه سالاد زمستونی یا ترشی مشهدی هستش. ترشی یکی از چاشنی‌های خوشمزه هست که معمولاً در فصل زمستان آماده و مصرف میشه. ترشی مشهدی همونطور که از اسمش پیدا هستش، اصالتش برمیگرده به استان خراسان و تهیه میشه از سبزی‌ها، ادویه‌ها و سرکه. و بچه تمایزش با ترشی‌های دیگه رنگ قرمزشه که به خاطر وجود پوره گوجه فرنگی هست. مواد مورد نیاز برای ترشی مشهدی: گل کلم 2 پیمانه، ساقه کرفس 1 پیمانه، هویج 1 پیمانه، فلفل تند سبز 2 عدد، 5 حبه سیر، 2 کیلو گوجه فرنگی، 2 پیمانه سرکه. در ازای هر کیلو گوجه فرنگی ما نیاز به 1 پیمانه سرکه داریم. سرکه میتونه سرکه سیب یا سرکه انگور باشه. سبزی های معطر که اگه تازه بود نیاز به 2 قاشق غذاخوری سبزی معطر داریم، ولی اگه سبزی خشک بود 1 قاشق غذاخوری کافیه، که اینجا من از ترخون خشک، نعنا و مرزه خشک استفاده کردم. نیاز به سیاه دونه، پودر گلپر و تخم گشنیز داریم که هر کدوم از اینا 1 قاشق چایخوری کافی هستش. نمک و زردچوبه به میزان لازم. سبزیجات رو بعد از اینکه شستیم و خردش کردیم روی یه پارچه تمیز پهن میکنیم تا آب اضافیش کامل گرفته بشه، چون اگر آب داشته باشه ترشی کپک میزنه. گوجه فرنگی ها رو ابتدا داخل آب داغ، بعد داخل آب سرد میذاریم و بعد به شکل پوره در میاریم. میتونیم داخل غذاساز بریزیم یا رندش کنیم. گوجه فرنگی رو بعد از اینکه پوره کردیم روی حرارت قرار میدیم. حرارت باید متوسط باشه. مقداری نمک بهش اضافه میکنیم و حدود 1 ربع میذاریم تا آب اضافیش تبخیر بشه. پوره گوجه یه مقدار که غلظت پیدا کرد میایم سرکه بهش اضافه میکنیم. ما نباید بذاریم که پوره گوجه مزه روب رو به خودش بگیره. دوباره میذاریم 5 دقیقه روی حرارت بمونه و با سرکه بجوشه. به جوش که اومد کمی زردچوبان بهش اضافه میکنیم، خیلی کم که رنگش رو تغییر نده. در ضمن شما به جای پوره گوجه فرنگی از روب گوجه فرنگی هم میتونید استفاده بکنید. به این علت سرکه رو با پوره گوجه فرنگی روی حرارت میذاریم که اگر آب اضافی داخل سرکه هستش اونم تبخیر بشه و این باعث نشه که ترشیمون کپک بزنه. بعد از 5 دقیقه که سرکه با پوره گوجه فرنگی روی حرارتمون، حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا پوره گوجه فرنگی و سرکه سرد بشه. سبزیجات آماده شده رو با هم مخلوط میکنیم. اندازه سبزیجات بستگی به سلیقه خودتون داره، ولی بهتره که در این ترشی ریزتر باشه اندازش. گل کلم، کرفس، سیر خرد شده، فلفل تند و سبز، هویج، ترخون نعنا مرزه، پودر گلپر سیاه دونه و تخم گشنیز رو با هم دیگه
مخلوط میکنیم. بعد از اینکه تمام مواد ترشی رو با هم دیگه مخلوط کردیم، میایم پوره گوجه فرنگی و سرکه رو که کامل سرد شده بهش اضافه میکنیم. شما اگر زمان نداریم و میخواییم که ترشیتون فوری به عمل بیاد، پوره گوجه فرنگی و سرکه رو همونجور داغ داغ اضافه میکنیم. کامل اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم با هم. بعد از اینکه تمام مواد ترشی رو با هم دیگه مخلوط کردیم، میام یک شیشه تمیز استریل شده خشک رو انتخاب میکنیم برای اینکه مواد ترشی رو داخلش بریزیم. اگر یک ذره خیس باشه باعث میشه که ترشی ما کپک بزنه. مواد آماده شده رو داخل شیشه میریزیم. بعد از اینکه کامل پر شد، در شیشه رو میذاریم. اگر دیدیم که در شیشه محکم نمیشه، یه نایلکس میذاریم که هوا وارد نشه. درش رو محکم میبندیم و در جای تاریک و خنک میذاریم و 10 روز به زمان میدیم تا ترشی آماده بشه. بهتره که این ترشی در یخچال نگهداری بشه. ترشی مشهدی یا سالاد زمستونی آماده شد. امیدوارم شما هم این ترشی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشید ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.